با نماید خداوند، سرخط مهمترین خبرها از افغانستان و جهان. سراج الدین حقانی ممانعت آموزش و کار دختران را موقت اعلام کرد. فرستادن تانک‌های قدرتمند توسط آلمان و آمریکا برای اوکراین. و در ادامه این گزارش، دفاع ذبیح الله مجاهد از سقوط دولت طالبان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه‌ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. ذبیح الله مجاهد میگوید که نظام طالبان سقوط نخواهد کرد. سخنگوی طالبان با گزارش اخیر اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که نظام طالبان ریشه های عمیقی دارد و با کمک های خارجی متکی نیست که سقوط کند. سازمان ملل قبلا گفته بود که افغانستان با بحران انسانی و خطر فروپاشی مواجه می باشد. اوچا میگوید که با پایان جنگ 20 ساله بین طالبان و حکومت پیشین، افغانستان در حاکمیت طالبان دوره جدید را آغاز کرده است که در آن بحران اقتصادی، گرسنگی، سوء تغذیه، افزایش شدید فقر در شهرها و روستاها، فروپاشی سیستم صحت، ممنوعیت رسانه‌ها و تردد تقریبا نیمی از جمعیت یعنی زنان و دختران از زندگی می باشد. این اداره سازمان ملل توضیح داده است که فروپاشی حکومت پیشین منجر به تعلیق کمک‌های جهانی شده است. کمک‌هایی که قبلاً 75% از هزینه‌های عمومی از جمله حفظ سیستم صحت را تشکیل می‌داد. با گفته اوچا، بحران اقتصادی افغانستان گسترده است و بیش از نیمی از خانواده‌ها در 6 ماه گذشته شوک اقتصادی را تجربه کردند. این اداره افزوده است که افغانستان با بحران اقتصادی در بخش‌های مختلف مستقیماً وارد سقوط آزاد شده است. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به بحران اقتصادی در افغانستان باور ندارد. این مقام طالبان میگوید هر کشوری که جنگ و تهاجم طولانی را تجربه کرده باشد تا مدتی دچار مشکلات اقتصادی خواهد شد. او در این حال گفته است که اما طالبان مصمم است که همه منابع اقتصادی افغانستان را زنده کند. اظهارات اداره اوچا مبنی بر فروپاشی نظام فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی نادرست میباشد. و در ادامه این گزارش، کابینه آلمان تصویب کرده است که تانک های لئوپارد 2 را به اوکراین بفرستند. به نقل از کابینه آلمان، سایر شرکای اروپایی نیز تانک های لئوپارد 2 را برای خود به اوکراین منتقل می کنند. سخنگوی دولت آلمان اعلام کرده است که کابینه وزیران آلمان تاکید کرده است که تانک های لئوپارد 2 را به اوکراین می فرستند و مجوز صادرات مجدد به دیگر کشورها را نیز صادر می کند. وی گفته است که دولت فدرال تصمیم گرفته است تانک های جنگی لئوپارد 2 را در اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار بدهد. باید افزود آلمان برای کشورهای شریک که میخواهند لئوپارد 2 را از ذخایر خود به اوکراین بفرستند مجوز صادر میکند. به نقل از کابینه آلمان، آلمان میخواهد که در مرحله اول یک شرکت متشکل از تانک 14 و لئوپارد 2 را از ذخایر کشورها در اختیار اوکراین قرار بدهد. بعد از آن بسته کمک های جدید به اوکراین علاوه بر تانک ها و آموزش نظامی شامل مهمات، تعمیر و نگهداری سیستم و کمک در تدارکات آلمان دیده می شود. در همین رابطه خبرگزاری دولتی ترکیه گفته است که احتمال دارد آمریکا 30 تا 50 تانک M1 را به اوکراین بفرستد. آژانس دولتی آناتولی ترکیه به نقل از یک نماینده دولت آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا ممکن است 30 تا 50 تانک M1 را به کشور اوکراین بفرستد تا علیه روسیه از آن استفاده شود. این منبع به نقل از این خبرگزاری گفته است که ما می توانیم در مورد تانک های M1 صحبت کنیم که مربوط به 30 تا 50 وسایل جنگی می شود. در این حال آژانس آناتولی تصریح می کند که فرستادن تانک های ارتش آمریکا از 44 تانک تشکیل شده است. وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت ایالات متحده به نفع انتقال تعداد قابل توجهی از تانک های M1 به اوکراین تمایل دارد. همانطور که این روزنامه خاطر نشان می کند، این اقدام واشنگتن به بخشی از توافق با آلمان تبدیل خواهد شد که بر اساس آن تعداد کمی از تانک های آلمانی لئوپارد 2 به کیف فرستاده می شود و همچنین موافقت برلین برای تامین این تانک های ساخت آلمان توسط لهستان و سایر کشورها در نظر گرفته شده است. و گزارش دیگر این که سراج الدین حقانی میگوید ممنوعیت آموزش دختران دائمی نیست، اختلاف دیدگاه در نصاب آموزشی میباشد.
وزیر داخله طالبان در دیدار با معاون دبیر کل ملل متحد گفته است که دلیل ممنوعیت آموزش دختران تفاوت دیدگاه در نصاب آموزشی می باشد و او همچنان گفته است که این مسئله دائمی نیست و به زودترین فرصت حل خواهد شد. با این حال سراج الدین حقانی افزوده است که امنیت سراسری در افغانستان تامین شده و جهان باید از این پیشرفت حمایت کند. معاون دبیر کل ملل متحد در این دیدار بر لغو محدودیت آموزش و کار زنان تاکید کرده است. معاون دبیر کل ملل متحد گفته است که ما باید عملکردهای یکدیگر را بیشتر از بیش تحت انتقاد قرار ندهیم، زیرا انتقادات بیش از حد راه‌های تفاهم را بسته می‌کند. این در حالی است که سازمان ملل به دلیل ممنوعیت کار و آموزش زنان و همچنین آنچه را که نقص گسترده حقوق بشر می‌داند، از طالبان انتقاد شدید کرده است. امین محمد معاون دبیر کل ملل متحد در سفر اخیرش به افغانستان به طالبان هشدار داده است که باید ممنوعیت کار و آموزش زنان را لغو کند. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.